در این روز بزرگ تاریخ ایران از تخت جمشید زادگاه شاهنشاهی کهنسال ایرانی در حضور سران عالی قدر کشورهای جهان که برای شرکت در بزرگداشت ملی ایران در اینجا گرد آمده اند، در حضور سایر میهمانان والا مقام، در حضور نمایندگان برجسته دانش و فرهنگ جهان و مذاهب مختلف دنیا، در حضور فرستادگان شایسته مراکز خبری و مطبوعاتی عالم و در برابر مردم بیشماری که در این لحظه در سراسر ایران و در نقاط مختلف گیتی شاهد مراسم 2500مین سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران هستند، به نام شاهنشاه ایران، به تاریخ پر افتخار ایران و به ملت بزرگ و جاودانی ایران درود می فرستم. درود به کورش بزرگ، بنیانگذار شاهنشاهی ایران و قهرمان جاویدان بشریت. درود به شاهنشاهان و پادشاهانی که در طول 25 قرن پرچم پر افتخار و ملیت ایرانی را افراشته نگاه داشتند. درود به همه سرداران و قهرمانان ایرانی که در کشاکش سهمگین‌ترین حوادث تاریخ مردانه از استقلال و شرافت میهن جاویدانی خود دفاع کردند. درود به میلیون‌ها سرباز ایرانی و به دیگر جانبازان این سرزمین که در طول قرن‌های دراز جان خیش را فدا کردند تا ایران را زنده نگاه دارند. درود به همه سازندگان کاخ عظیم تمدن و فرهنگ ایرانی، به همه متفکران، به همه دانشمندان و دانش‌پژوهان، به همه نویسندگان و سخنوران، به همه هنرآفرینان ایران که در طول هزاران سال این سرزمین را به صورت کانون جاودان اندیشه و معنویت درآوردند و قسمتی از والاترین ارزش‌های فرهنگ و تمدن تاریخ جهان را به جامعه بشری ارمغان دادند. درود به همه خدمتگزاران گمنام این مرز و بوم که در طول 2500 سال با روح ملیت و با کوشش و تلاشی مداوم استمرار شگفت‌انگیز تاریخ و تمدن و فرهنگ ایران را باعث شدند و آن را به صورت یک عامل جاودان دوستی و تفاهم بشری زنده نگاه داشتند. در این روز تاریخی که ایران نو به زادگاه پرشکوه شاهنشاهی کهن خیش روی آورده است، تا با 25 قرن تاریخ پر افتخار خود تجدید عهد کند، به عنوان شاهنشاه ایران تاریخ جهان را گواه می‌گیرم که ما وارثان این میراث کهن در تمام این دوران دراز به رسالت معنوی خیش وفادار ماندیم و هرگز پیمانی را که 2500 سال پیش با تاریخ و با بشریت بستیم از یاد نبردیم. ما در طول قرون و اعصار فرهنگ خیش را پیام‌آور آرمان‌های عالی بشری و مبشر صلح و محبت و تفاهم قرار دادیم و همراه با این فرهنگ همه جا با خود پیام دوستی و آشنایی بردیم. امروز
ما ترازنامه 2500 ساله خیش را به پیشگاه تاریخ عرضه می کنیم و ایمان داریم که در حساب سود و زیان آن سربلند هستیم، زیرا این ترازنامه حیات ملتی است که با سهمگین ترین حوادث تاریخ جهان روبرو شده و میلیون ها و میلیون ها فرزندان خود را قربانی داده است، ولی هرگز رسالت معنوی خیش را در دفاع از ارزش های عالی بشری از یاد نبرده است. امروز پس از 25 قرن بار دیگر سپاهیان ایرانی در این دشت پهناور از برابر ستونهایی که به یادگار جلال و شکوه دیرین در کاخ کهن تخت جمشید سر برافراشته اند خواهند گذشت. ولی اینان نیز مانند سپاهیان روزگار هخامنشی آرمانی را مقدس می شمارند که استقلال و شرافت ملی را با موازین اخلاقی و بشری درآمیخته است. 25 قرن پیش داریوش بزرگ در کتیبی که هم اکنون در چند قدمی ماست همراه با ذکر پیروزی های ارتش خیش نوشت: راستی را دوست دارم و از بدی بیزارم. نمی خواهم که در قلمرو شاهنشاهی من توانایی به ناتوانی ستم ورزد. نمی خواهم که کسی از راه بداندیشی به دیگران زیان داند. و امروز نیز به همراه سربازانی که نمایندگان ادوار قدیم و جدید ارتش ایران هستند، افرادی از این ارتش رژه می روند که سپاهیان دانش، سپاهیان بهداشت، سپاهیان آبادانی نام دارند و افراد دیگری که لژیون خدمتگزاران بشر نامیده می شوند و وظیفه انسانی آنها مرز و حد جغرافیایی و نژادی نمی شناسد. در این لحظه تاریخی من به نام ملت ایران به تمام نمایندگان عالی قدر ملت‌ها و کشورهای جهان که برای شرکت در این بزرگداشت ملی ما در اینجا حضور یافته‌اند درود می‌فرستم. به تمام جهان بشریت که با همبستگی قلبی در تجلیل از فرهنگ و تمدن ایرانی شرکت کرده است درود می‌فرستم. به همه نیک‌اندیشان جهان، به خدمتگزاران صلح و همکاری جهانی در هر جا که هستند درود می‌فرستم و آرزو دارم که آن عامل بزرگ تفاهم و دوستی که نمایندگان برجسته این همه کشورها و ملت‌های جهان را در یک جا گرد آورده است، الهام بخش همه مردم روی زمین در ادامه راه آنان به سوی نیکبختی واقعی جامعه بشری باشد.